سپاه باید در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره و پرونده جنایی باید اینجا در کانادا باز بشه. نامه ای رو درست کردم، نوشتم آقای وزیر خارجه، جنایتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده جنایت غیر بخشودنیه. 176 تا انسان بیگناه رو به قتل رسونده، 55 تاش کانادایی بوده، 30 تاش اقامت دائم اینجا رو داشته و همهشون با هم دیگه که نگاه بکنین نزدیک 135 نفرشون مسافرایی بودن که می اومدن این کانادا. ما از شما خواهش داریم برای دادخواهی، برای به هر حال نشون بدین که داریم برای دادخواهی مبارزه میکنید، خواسته های ما رو برآورده کنید، سپاه رو در لیست قرار بدید و پرونده جنایی باز بکنید. 4 تا از این خانواده ها امضا کردن. اینو من تا الان جایی نگفتم ولی اینجا بذار اینجا عرض کنم خدمت شما. 176 نفر در این پرواز بودن، 4 نفر اینو امضا کردن. من، شاهین مقدم، محمود زیبایی و بهروز رحیمی. 4 نفر آقایون رو بردم دادم بهشون، گفتم آقا اینو امضا کنید، بایستی سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار بگیر. گفتن ما کار سیاسی نمی کنیم، ما به دنبال سیاسی کردن انجمن نیستیم، ما برای دادخواهی می جنگیم. گفتم آقا دادخواهی ما اصلا زمانی که صحبت از دادخواهی و مبارزه با جمهوری اسلامی انجام میدی یعنی داری کار سیاسی انجام میدی. مگه میشه تو بگی میخوام دادخواهی بکنم کار سیاسی انجام نمیدم؟ شما یه جای کارت داره میلنگه. 20 خورده نفر از خانواده ها اونجا بودن، از تمام آقایون بودن، از رؤسای انجمن و دیگر کسان، همه کس اونجا بودن. ها هیچ کدوم از اینا امضا نکردم، بردم دادم به آقای حامد، گفتم حامد جان میشه لطفا اینو امضا کنید و میخوام اینو بدم به آقای شمپین. نه الان من وقت ندارم. گفتم این چی نوشته؟ گفتم این نوشته سپاه در لیست گروهای تروریستی انجام بگیره و پرونده جنایی باید باز بشه. نه الان وقت ندارم، باید بخونم. گفتم چرا این حامد جان این 4 تا کلمه است، نگاه کن تمامش هم خیلی به واضح نوشته شده. نه من اینو امضا نمی کنم.